یه حوزه تمدنی بزرگ هستیم که اسمش ایرانی بزرگ است. خب قرن 19 که ما جمهوری اسلامی ایران نداشتیم، ما قرن 19 ایران داشتیم، ما در قرن 18 ایران داشتیم، در قرن 19 ایران داشتیم. مسئله افغانستان در قرن 19 زمانی که اسم گذاشتن برای اینکه حوزه تمدنی رو تیکه تیکه بکنن. کاری که الان آمریکایی ها دارن همین حالا هم دارن میکنن، در منطقه دنبال تجزیه هستن، میخوان تو ایران تجزیه بکنن، الان میخوان بخش دیگری برام جنبش تحفظ پشتون ها حمایت بکنن که اونجا پاکستان به عنوان کشور همسایه گرفتار تجزیه بشه. بعد در قلمروهای پامیر دنبال تجزیه هستن. این حوزه تمدنی افغانستان نیست، این حوزه ایران بزرگ است، این حوزه خراسان است. نام افغانستان هم که شما ماندین یک نام استعمار جالس خودتان گذاشتید. خراسان یعنی پشتون، یعنی تاجیک، یعنی ازبک، یعنی توکتبا. شاخص این تمدن زبان فارسی است. برای ما استعمار مرزا رو کشیده همین انگلیس ها، آمریکایی ها کوشش دارن که زبان انگلیسی رو جایگزین بکنن و زبان فارسی رو از دست بیرون برن. مگر پول سمبول ملی کشور نیست؟ مگر پرچم سمبول ملی کشور نیست؟ خب کجاست زبان فارسی در این سمبول ها؟ میخوان بگن که زبان فارسی یک زبان و زبان دری زبان دیگه ای هست، جو اختلاف ایجاد بکنن، تک تک بکنن و ما رو نفی بکنن در زمینه هویتی. هم تا نقش هژمونی که زبان انگلیسی به عنوان زبان برتر یک قدرت اشغالگر بر سر تا سر این منطقه مستولی بشه. کدام زبان بیشتر از زبان فارسی میتواند از کیان و از هویت این حوزه تمدن دفاع بکنه؟ کی میتواند جای فردوسی رو بگیره؟ کی میتواند جای مولانا رو بگیره؟ خب اینا میخوان نفی بکنن. و آمریکایی ها و انگلیسی ها نوک حمله رو گذاشتن روی زبان فارسی، ما هم نوک حمله رو گذاشتیم در دفاع از اون.